حوادث هستند. دومین عامل عاملی به نام حرکت و فعالیت مگما. سه چهار روز پیش اخبار نشر شد که در آیسلند زلزله ایجاد شده، همه شما احتمالاً بشنیده باشید. در یک دو شب حدوداً 500-600 تا پسکرزه میاد، در یک منابع خودم 900 تا پسکرزه ثبت شد. ما و شما در هرات از روزی که شروع شده تا به امروز حدوداً روز 3-4 مورد، 5 مورد، 6 مورد فوت و بزرگ، بعضی حتی بعضی احساس نمی کنند، بعضی از خواب می برند، چی شد؟ اما در منطقه آیسلند که در کمربند زلزله خیز جهانه که باز در سلایدهای بعدی ما شما رو از اون بیشتر توضیح میدیم، در یک اتفاق زلزله‌ای حدوداً 900 تا پسکرزه در یک دو شب شما رو ثبت شده. و چون اون مردم با قاموس زلزله آشنایان برای نادی ساختمان‌ها خود به اون ترتیب تنظیم کردن، عیار کردن، خود از اون آگاهی دادن، تمام ادارات زیر ساخت‌ها فراهم برای مقابله با شرایط زلزله خیزی بران برای از اون چیه؟ اگر شما فکر کنه همون یک شرایط به هرات بشه، در افغانستان بشه، ما به یک بحران و یک تراژدی انسانی روبرو میشیم. دومین عامل فعالیت مگمای این اقشاریه که از سطح زمین شروع میشه میهن به پایین، بعد از 40 کیلومتر به سرعت اوسط، چون از کوه ها شروع کنه 80 کیلومتر، از عمق دریاها شروع کنه تقریبا 10 کیلومتر، از سطح لول پلتفرم های صاف شروع چه کنه 35 تا 40 کیلومتر، برای خاطر ضخامت قشر زمین حدودا 40 کیلومتر، 35 40 کیلومتر ضخامت. بعد از اون یک جرم خمیر مانندیه که اونم استنوسفیر میگن که همین کتله روی از اون برداره. بعد از استنوسفیر باز مواد مذاب، مواد مذابه که 2000-3000 درجه سانتیگراد حرارت داره، با حالت جوشان قرار داره، اینا تحت یک فشارهای فوق العاده بالای میخواهند بیان انرژی خود تخلیه کنند. وقتی بالا میان در بعض ساعت جمع میشن، به سطح زمین نمیرسن، به ساختمانهای کلوتون، باز این بحثیه که بر روی از این پرداخته شه، یعنی یک مزمون یک رشتهیه که ما احجار پلوتونیت داریم، باز فرق میکنن. یک قسمت از اینا حرکت میکنه میه داخل ساختارا جابجا میشه، این جابجا شد سطح زمین بالا میره، یک جار بار جابجا شد یک تکان ها ایجاد میکنه باعث زلزله میشه. یا اگر این بیه سطح زمین انفجاراتی که اتفاق میفته باعث ایجاد کوه های آتش فشانی یا فرانت های ولکانیسم میشه. خود از این میتونه انفجار آتش فشان تونگا که حدوداً فکر کنم 2 سال پیش بود اتفاق افتاد، انرژی از او معادل به 100 تا انرژی بمب اتمی که به شما زدن برآورد شد. شما فکر کنید یک انرژی فوق العاده بالایه، حتی موادی که از اینجا فوران میکنه میتونه 65 کیلومتر پرتاب کنه به اتمسفر، میلیون ها متر مکعب مواد پخش میکنه در ساعت، حتی زمین این همین آتش فشان ها نجات داده، دار زمین 8 داره یخ بندار چیکار، یعنی کلا زمین یخ بسته دیگه هیچ چی جای برای حیات نبوده، کلا زمین به عنوان یک گلوله برف در جو کائنات قرار داشت. بعد از اون این همین آتش فشان ها فوران میکنه، از لایه یخ بیرون میزنه، مقدار زیاد مواد مثل سلفر دای اکساید، مثل کاربن، مثل متان، بخارات آب که در ترکیب از اینا وجود داره، اینا رو پخش میکنه در جو. خود همین مواد به عنوان گازهای گلخانه‌ای شناخته میشن. گلخانه خورشید نور رو میده داخل، امپولس از اون به حرارت به انرژی حرارتی تبدیل میشن. حرارت وقتی که از پلاستیک عبور کنه اجازه نمیده. به این خاطر شما میگین گلخانه که انواع اقسام میشه که زراعت کنه داخل از اون در فسیل سرد سا. این گازها هم حالت چی بخوا میگیرن؟ گلخانه‌ای. خورشید نور رو میدن داخل، وقتی حرارت میخواه بینش حبس میکنه، به مدت میلیون ها سال زمان میباره، گرم میشه فضا زمین، یه خازب میشه، خشکی ها جدا و آب جدا و بعد هم کم کم زمینی حیات فراهم میشه، در واقع ناجی زمین این همیاتش شده. یعنی تمام فرایند هایی که در زمین اتفاق میفته بگونه طبیعی به نحو برای ایجاد تعادل در زمین هم ای که مار و هم تکان میدن تکان میدن، ولی تعادل در زمین حفظ میکنن. زمین از زمانی که تولد شده به عنوان یک گلوله ناشی از یک انفجار که آتشین بوده یک کم کم سرد میشه، ولی در درون زمین هنوز همون کلیشن هیت یا همون انرژی که در خلقت از بوده هنوز وجود داره. اون انرژی باعث میشه که مواد در اینجا ذوب بشن، این تحت فشار قرار بگیرن، دقیقا مثل یک دیمی بخاره که شما محتویات از اون حرارت میدین به جوش میاد، یک فشار فوق العاده بالای رو جدارهای دیگه
اعمال میکنه. اگر این فشار کنترل نشه از طریق سوپاس ها، این بخار انفجار میکنه. اینها هم سوپاس های بر زمین یا مشله های بر دیگه بخار زمین که بتونه همون درون متلاطم زمین رو کنترل کنه و خشم زمین فروکش کنه. بنابراین این عنوان دومین عامل بر زلزله ها اخیرا در جزیره های جنوب غربی یا ایسلند هم که اتفاق افتاد ناشی از همین آلته. چرا تعداد تکرار زلزله زیاده؟ چون این مواد هی داره با یک سرعت بالای و با یک انرژی بسیار بالای پخش میشه برای اونجی هم برآورد شد که حدوداً 15 کیلومتر در زیر قشر زمین مواد مذاب در حالت حرکت و جریانه که باعث تکان‌های زیاد شده.